بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على و سهبه و من والا. و بینندگان از زم و ترم شبکی جهانی نور السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته در شنبه شب دیگر با برنامه عظمت نبوت در خدمت شما زن محترم هستیم و این برنامه سعی داره تا به درس ها و اندرس های سیرت گهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم بپردازه و اینکه ما از این سیرت گوهربار و از زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم چه درس و پند ها و اندرز هایی میتونیم بگیریم و همان گونه که در برنامه قبل ما شروع کردیم در مورد مسجد و اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که قدم به مدینه منوره گذاشتن اولین اقدامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادن ساختن مسجد بود و به نوعی برای تحکیم پایه های جامعه اسلامی و مستحکم کردن بگیم پی ساختمان جامعه اسلامی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقدام به ساختن مسجد کردن اما در این برنامه ما به این خواهیم پرداخت که چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره اقدامات خودشون رو با ساخت مسجد شروع کردن اصلا مسجد چه جایگاهی در دین ما داره و چه اهمیت و قداست و مکانتی داره و چه نقشی رو میتونه در جامعه اسلامی ایفا بکنه و در این برنامه در خدمت استاد عزیزو گرامی کارشناس محترم برنامه استاد عبدالسلام ملایی است استاد ملایی خیلی خیلی خوشم ممنونم برادر عزیز بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأخيار أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمات المسلمين على الهدى والتقى وسلط عليهم خيارهم ولا تسلط عليهم شرارهم آمين. اللهم اجمع كلمتهم على ما تحب وترضى آمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم احفظ مسجد الأقصى من دنس اليهود والمنافقين آمين. اللهم افتح لبلاد المسلمين ما هو خير الدنيا والاخره وصل الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آلی و صحبی اجمعین در ابتدای برنامه از شما ساد اسماعیلی برادران عزیز بیننده و همکاران گرامی شبکه نور تشکر و عرض سلام و ادب و احترام دارم و از اینکه در این روزگار پر از فتنه مسلمانان همچنان با صبر و استقامت با صلابت و ایمان به قضا و تقدیر الهی با تمام فتنه های کوری که برای مسلمان ها و توطعه های محکمی که پیچیده اند روز به روز الحمدلله مسلمان ها بیدارتر می شوند همتشون در مسیر دین در استقامت در مسیر دین در شناخت درست تر از دشمنان داخلی و خارجی دین منافقان و کافران بیشتر میشه خدای را شک میگم امیدوارم که نسل جوان آینده سازان, آ... سازان اسلام با یک نگریشی جرف با یک تأمل و تدبری بیشتر در مفاهیم در ارزش ها در رهنموده های این دین مبارک غور و تفکر بکنند و بتوانند با تمسک به آیین مقدس اسلامی و با بازگشت صادقانه به این دین خودشون را آماده کنند برای یک نبرد و کارزاری ایمانی، فکری، عقیدتی در مجالهای های مختلف تا انشاءالله عزت و سفرازی اسلام را بار دیگر در عرصه های مختلف ببینیم خداوند عزوجل عرصه های مختلفی را میدانهای مختلفی را برای آزمایش بندگان مطرح کرده و یکی از اونها بحث های تبلیغاتی است اون چیزی که در دنیا امروز سرآمد تمامی جنگ هاست بلد. بلد. جنگ تبلیغاتی بلد. یا غزو فکری یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین جنگ های دنیاست که دشمن همیشه برایش سرمایه گذاری و معصرترین معصر آن هم هست به. و در مورد مسجد خب ابعاد مختلفی هم در این زمینه هست که ما شاهدش هستیم در دنیای معاصر با تمام گرایش های دموکراسی آزادی های همه جانبه برای انسان ها در قوانین بین المللی، در قوانین کشوری ملاحظه میشه اما وقتی بحث مسلمان ها و نقش مساجد و آزادی های دینی و فکری و عقیدتی مطرح میشه همه اینها به تفسیر و تحلیل و توجیه دیگری گرایش پیدا میکنه در اینجا تروریست هست در اینجا افراطی گراه هست در اینجا نمیدونم انسان های متحجر وجود داره و امثال اینها در حالی که ما به وضوع بیان خواهیم کرد که مسجد چه رسالت و نقش و وظیفه بزرگی را در ابعاد مختلف مسائل دینی و دنیوی ایفا کرده به حول قوه الهی الله مولای گرامی و همون گونه که شما فرمودید استاد گرامی ما متاسفانه در دنیا شاهده حالا بگیم سیاست یک بام و دو هوا در قبال مسلمانان هستیم اینکه اگه حالا بگیم تروریست بر علیه کسی دیگه انجام بگیره محکومه و همه حالا اونهایی که مدعی حقوق بشرن بر اون میتازن اما بر علیه مسلمانان ریختن خون آنها تجاوز به مقدس اونها و اصلا جان اونها و خون اونها متاسفانه انگار ارزشی نداره و انگار اینها جز بشر نیستن که حقوق بشر در مورد اونها اجرا بشه بله. و همون گونه که در مقدمه تو نرس کردید استاد مولای گرامی این امت علی تمام توتها ها علی علا رقم تمام حملاتی که به اون میشه ممکنه به خواب بره اما هیچ وقت نمیمیره و این امت زنده هست و ما هم باید پیام امیدواری و مثبت اندیشی رو همان که شما در ارازتون فرمودید در امت یعنی این بزرگ رو بکاریم در اونها و اینکه این, که این امت, امت امت ناامیدی نیست و این امتی نیست که بشه از دور خارجش کرد و این امتی نیست که با ضربات از پا در بیاد بلکه ضربات اونو محکمتر و قویتر از گذشته خواهد اما موضوع برنامه ما سمولایی در مورد وظیفه و رسالت مسجد بله اگه حالا از این سوال آغاز بکنیم که ما از اونجایی که در ادیان دیگه و در حالا بگیم عقاید دیگه مذاهب دیگه اماکن عبادت هم داریم بل. در مسیحیت در یهودیت و در حالا بگیم مرام ها و ایده های دیگه درسته این بگیم حالا جایگاه یا نگاهی که اونها به اماکن عبادتشون دارند و نگاهی که ما به مسجد داریم یا اینکه اصلا مسجد در نگاه ما چگونه هست و اونها چه دیدی نسبت به اماکن عبادت خودشون بله ببینید استاد اسماعیلی وقتی نگاهی کلی به همه شریعت های الهی در قرآن و در تاریخ بنگریم بندازیم میفهمیم که تمامی پیامبران رسالت اولشون بازگشت و توجیه و راهنمایی مردم به عبادت خداوند یکتا بوده بله. اله حق فعبد الله ما مال... لکم من اله غیر. این عبادت یک اماکن خاص خودش را دارد در تعریف شده است در تمامی ادیان ولذا ما می که پیامبران صاحب شریعت های مختلف ممکنه در کیفیت در کمیت متفاوت بوده بلد. اما همه نماز می همه روزه می همه زکات میدادند، همه حج و جهاد داشتن همه دعوت و نصیحت داشتن همه اینها کاملا مفهوم و واضح است یعنی شعر عبادی در همه بوده بوده بله. در ابتدای سوره تاها میخوانیم که چی؟ و عقم صلاحات لذکری خطاب کی مخاطب کیه؟ موسى عليه السلام وأقم الصلاة لذكري, لذكري. الصلاة قفتي نماز بقدر برئية داريمان أقم مم. الصلاة در دا داستان إبراهيم موسى إسماعيل دار سورية مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة بالصلاة مم. والزكاة وكان عند ربه مرضية. مرضية. اسماعیل علیه السلام یکی از بزرگترین جوانبی که خداوند اون را تمجیدش میکنه اینکه همیشه اهل خانوادهش را به نماز, به نماز و زکات امر کرد نماز و زکات و یعمر اهله بالصلاه و پس بنابراین نماز مخصوص اسلام نیست در تمام ادیان بوده بوده یا ای الذین و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم روزه در همه ادیان بوده. بوده, زکات بوده حج و عبادت بوده دعوت و جهاد بوده همه اینها عبادت هایی هستند که لاینفکه از شریعت و دین الهی حالا کیفیتش کمیتش زمانش مکانش امثال اینها جزئیات لکل جعلنا منهم شرعت و منهاج من هر پیامبری یک روش شرعت و منهاج یعنی روشی برای اجرای اون که توسط الله سبحانه و تعالی به امر الله سبحانه و تعالی توسط جبریل امین شده بر اونها ابلاغ میشه می به اونها ابلاغ می شد. اما در اساس در اعتقاد و مبانی همه یکی هستن بله و همه باید عبادت خدای یکتا میکردن یکتا میکرد. حالا برای انجام بعضی از خیلی از این عبادت ها اماکنی معرفی شده که مورد قدسیت و احترام خاص خودش بوده بله. کلیسا هست معابد یهود هست و معاب... همه پیامبران معبد خاص خودشون داشتن اماکن عبادت ویژه خودشون داشتن و تمام اینها هم محترم بوده احترام خاص خودش را داشته قدسیت خاص خودش را داشته بهترین انسان ها را برای تولیت و سرپرستی اینها را انتخاب می‌کردند زاهدترین عالمترین پاکترین دامن پاک دامنترین در اسلام وقتی که میخواستن معزز رو انتخاب کنن ها اه... علاوه بر جهوریت صوت و خوش صدا و خوش آواز بودن یکی از پاکدامانترین انسان‌ها رو انتخاب میکردن از مکانات اجتماعی خوبی برخوردار باشه بله اینه که ببینید وقتی که جای و نوع عبادت تعریف شد کسانی که میخوان این عبادت رو اجرا کنن برای مردم امامت بدن رهبریت کنن در این بهش میگن امامت صغرا بله در اسلام یه امامت داریم به نام صغرا که امامت نمازه امامت نمازه و یک امامت کبراست که همون چیه؟ خلافت یا حکومت داریه زمان داری و هر دو باید شرایط خاص خودش رو داشته باشه حالا اسلام وقتی اومد ما به داستان پیامبران دیگر نپردازیم چون ما خیلی تنگه بله. برمیگردیم به داستان اسلام و پیامبر اسلام صلی الله و علیه و آله علی و, علی و, علی و سلم از اول روزهایی که فرصت براش مهیا شد شروع کرد به بنای مسجد مسجد قبا را ساخت قبل از اینکه خودش مستقر بشه یعنی اولین اقدام رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین مسجد در اسلام مسجد قبا بوده بله خیلی توضیح دادیم بله. در کجا و چگونه ساخته شد 14 روز که پیامبر صلی الله علیه و سلم مهمانی یک خاندان خیلی مشهور بنی امر بن اوف بود در اونجا بله. براش مسجد قبا ساخت بعد اومد وارد مدینه شد و در مدینه مسجد النبی یا و مسجد و طیبه یا طابه که امثال اینها نام هایی است که در سیرت و در سنت از اون نام برده شده مسجد طیبه مسجد طابه مسجد المدینه مسجد المدینه منوره این نام های نه مسجد قبلته مسجد دیگری است دیگر این خود همون مسجد پیامبر نام های مختلفی داره دارست. مسجد قبلته بعد ساخته شد مسجد به اصطلاح خندق بعد ساخته شد مسجد هفت مسجد که در زمان این خندق که بعد ها ساخته شده بله رسول الله صلی الله علیه و به مسجد اهمیت داد چون اهدافی را داشت مثل هر پیامبری و خواست که این را از منبر مسجد از جایگاه مسجد چیکار کنه به مردم ابلاغ کنه بله ولی مسجد اولین گامی که برداشت مردم را برای نمازهای پنجگانه جمع کرد بله بس همونطور قرآن کریم میفرماید و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا کثیرا مساجد جایی است که جای عبادت و ذکر الله است و همون گونه که در قرآن هم استاد مولای الله اشاره میکنه الذين ان مكنناهم في الْأَرْضِ زمانی السن. که قدرت و عزت و شوکت به اونها دادیم اقام الصلاه یعنی اولین ش... وظیفه شعار اسلام یا وظیفه عبادی که به اون روی میارن نمازه و رسول الله هم همین کارو اقامه نماز هست بله یکی از بزرگترین وظیفه دولت اسلامی چیه اقامه نماز است یعنی نماز. مردم رو تشویق کند. فراهم کنه زمینه... اسباب و زمینه حضور در جماعت حالا جماعت برای کی واجب میشه یا کنید وقتی فقها ها بس رو باز میکنن خیلی زیباست وقتی میگن که فرض عین هست یا حد اقل میگن سنت معکده برای کی انسان عاقل بالغ مقیم عاقل بالغه مقیم برای زن واجب نکردن برای کودک واجب نکردن چون اینها خارج است تکالیف شرعی هستند خارج از وظیفه های اجتماعی هستند که مردان رشید و عاقل و بالغ هستند جوانی که به سن بلوغ رسید به مهدش مرد مهد حساب میشه و لذا وظیفه دارد وظیفه داره شرعا تخلف از جماعت بدون عذر شرعی گناست. است بله. لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد الا في المسجد. امروز ما در خیلی از کشورهای اسلامی را می‌بینیم که جوانان مسلمان را من میکنن از حضور در مسجد میگن نه اونجا افراطی شن، تروریست میشن فلان میشن صلاح جامعه خیر جامعه شما در اینه که مردانی مسجد رو داشته باشید مسجدی که مردانی که رو به مسجد نیارن اونا قابل اعتماد نیستن باید اتفاق استاد مولایی به نکته جالبی اشاره فرمودید حالا این نکته ادامه میدید اتفاقا برعکس اونهایی که با مسجد ارتباط دارن میان در مجالس علمی از اهل علم میشنون دین اون ب... یعنی دین و اون طور که هست یاد میگیرن اینها میانه رو بار میان اینها اعتدال رو میاموزن اینها ده. از افراط و تفرید به دور میشن و ما خیلی از اکثر جوانایی که استاد ملایم میبینیم حالا جذب گروه‌های های مثل القاعده و در تیمی بزرسته. در خانه‌های تیمی که اصلا از مسجد روی گردانند از تو جاهای خاصی و میرن تو اینترنت این و انسان گوشگیر و گوشنشین که از مسائل اجتماعی و از مساجد بدورن از مجالس علما و اهل علم بدورن اتفاقا اینها میان افرادگرا میشن اینها جذب این افکار افرادگرایانه میشن نه اونهایی که با مسجد و اهل علم و علما در ارتباطن این مطلب اولا مساجد برای انجام عبادت درست انجام عبادت درست تاسیس شده ولذا ببینید که میلیونها مسلمان آرزوشونه که بتونه مسجد بسازن هر کس در دنیا اسلام کمترین همتی داشته باشه و خداوند بهش ذره از تقوا از در ساخت مسجد کوتاهی نکرده ولذا ما میلیاردها حالا تومن میلیون ها هر چی میخواد بگید به واحد های, های مختلف دلار در دنیای اسلام نه تنها در دنیا اسلام بلکه در تمامی دنیا ما داریم از اون سر شرق از چین بگیر تا کانادا و آمریکا و کشورهای به آمریکای لاتین مساجد ساخته میشه توسط انسان که باورتون نمیشه برای چی ساخته میشه اولا برای کسب رضا الله صدقه میده در این زمینه انفاق میکنه ثانیا برای اینکه در اونجا بندگانی هدایت شده یا بندگانی مسلمان که توانایی ساخت مسجد برای خودشون ندارن چیکار کنن بتونن یک مسجد داشته باشن در اونجا نماز بخونن دور هم دیگه پس بنابراین این محبت در قلوب مسلمان ها همیشه وجود داشته و دارد هیچ کس نمیتونه اینو بلده. از اونها دور کنه مسجد جای عبادته مکان عبادت و عبادت به نصوص قانونی و نصوص عرفی و نصوص شرعی برای همه کسی آزاد است هیچ کس نمیتونه جلوی عبادت دیگری رو بگیر. بگیره میگیره که صاحب ادیان و مکاتب باطل در تمام دنیا آزاد هستن عبادت خودشون رو انجام بدن مسلمان ها هم باید آزاد باشن این در آزادی همدن. رو داشته باشن همون گونه که استاد سنالای... که حالا ما در مدینه وقتی می‌بینیم انشاءالله به این اشاره خواهیم کرد و شما در برنامه های قبل این فرمودید اون میثاق نامی که رسول الله صلی الله علی علیه سلم نمیش در مدینه زمانی که وارد شدن مه. و اینکه همهی همه عقاید و ادیان و آزاد گذاشت برای شاعر دینی که انشاءالله ما بعدا به اون خواهیم پرداخت و بالاخره ای این مکان برای عبادت استاد ملایی چون مه. ما حالا به این بگیم که رسول الله عبادت صاحب... اضافه اون کنم بله، بله و آموزش عبادت رسول الله صلی علیه و آموزش عبادت حالا تعلیم عبادت ابعاد مختلفی داره یکی از مهمترین بعد رسالت و وظیفه مسجد آموزش است اگر مسجد درش آموزش دین و آیین و و عبادت‌های دینی نباشد اونجا خالیه مسجد پیامبر صلی الله پر رونق بود همیشه با آموزش ها ما می‌بینیم که بیشتر احادیث بیشتر روایت ها، بیشتر خطبه‌های های پیامبر در مسجد بوده و شرط هم روز جمعه باشد بله. چون خطبه روز جمعه برای یک نصیحت کوتاه در دقیقه‌ای هست هفتگیه و یک سخنان عمومی گفته عمومی است تقواست زود هست بله. اخلاقیت که هست که باید جامعه رعایت کنه به امثال این مسائل. اما در درس ها هست که مثال باز میشه رسول الله صلی الله علیه و نماز خوندن بعد گفتن فرمودن که صلو کما رایتمونی صلی نشسته بودن بعد نماز عصر ذکر میکردن شخصی وارد مسجد میشه نماز میخونه میگه برو نماز بخون نمازت قبول نیست بله. نماز نخوندی قاین آموزش دیگه آموزشه بله. در مسجد میاد نماز نماز شب میخونه یک صحابی به خردسال میاد سمت چپش میسته حالا عبدالبن مسعود بوده فکر کنم بله اونو میگیره میاد سمت راستش میذاره یا بن عباس در خونه میمونه بوده اون ولی قصه, قصه ها چند متفاوت است خب ببین رسول الله صلی الله علیه و سلام در شرایط مختلف کارش آموزش بوده در مسجد خودش بله. وفودی که در سال نهم می اومدن مسلمان میشدن، دست دسته پیامبر صلی الله علیه و اونها را صلی علیه و به کلیات دین آشناشون میکرده بعد می سپرده به تک تک صحابه که فقیه بودن مثل معاذ بن جبل مثل ابو موسی اشعری مثل مثلا عثمان بن عفان مثل معاویت بن ابی سفیان اینها فقهای صحابه بودن مثل از ابو مثل سلمان فارسی مثل ابو دردا مثل بقیه می سپرده میگو اینها را بشون چی؟ دین و نماز و قرآن و امثال اینها بیاموزانید حلقات تعلیم و ذکر حلقات آموزش قرآن یکی از بهترین وظیفه های و رسالت چیه؟ مسجده. مسجد. اگر مسجد درش آموزش قرآن برای مردم نباشد اون مسجد فقط تبدیل شده به یک دور عباده در حالی که اماکن عبادت در اسلام مفهوم خیلی جامعتر و کاملتری کامل داره. داره یکی از بحث های و رسالت های مسجد نصیحت صادقانه است چون امام و خطیب جز تقوا و جز خدا ترسی و جز امانتداری در این رسالت چیز دیگری بر عهده زمت خودش نداره لذا از قدیم و زمان از دیر باز از عهد اسلام تا به قرونی به صلاح نچندان دور ما خطبایی داشتیم که مثل حسن بصری مثل به مشهور تاریخ اسلام امان ابن جوزی را ابن جوزی مثل ابن قیم مثل ابن تیمیه مثل بقیه که واقعا سرامت بودند از هیچ کس واهمه نداشتند امیر و حاکم و فرمانروای مسلمان زیر پاشون بود ولی سختترین و شدیدترین لحن نصیحت را ارائه می و عبایی هم نداشتن و این نکته‌ای که بسم بیشتر بیش اشاره فرمودید من داستان تابعی بزرگوار عطا ابن عبی رباه. عبی رباه یادم اومد که ایشون میره در حالا در دربار حالا فرمانروای اون زمان یا خلیفه اون زمان و مکانتی که اهل علم و علما حتی در نزد فرمان روایان داشتن نه. زمانی که وارد میشه با این که ایشون جز موالی بوده یعنی انسانی بوده که جز موالی بوده نه. زمانی که عطا وارد میشه جلو عطا بلند میشه نه. میگه ای عطا هر درخواستی داری از ما بکن عطا رضی الله رضی الله هم میگه به داد مردم حرمین برس حاجت اونها را برآورده کن میگه ای عطا هر حاجتی دارن به من بگو بنویس نه. میگه به داد اهل نجد برست چون اونها عرب های اصیلند و اونها برگردن ما حق دارن میگه ای اتا هر چه داری و هر چه حاجتی دارن بگو و بنویس و میگن اتا درباره زندگی اتا صد مولایی زمانی که از دنیا رفت یعنی در زمانه خودش کسی بود که بیشترین رضایت و مردم از اون داشتن بله فرمان روایان و خلفا بهش احترام میذاشتند مردم بهش احترام میذاشتند و همون گونه که شما فرمودید مکانتی که اهل علم هم در میان فرمان روایان و هم در میان عامه مردم داشتن و سبحان الله هر چی که عالم و خطیب مخلصتر و شفافتر باشه در بیانش محبوبیتی نزد الله سبحانه و تعالی و نزد مردم و حتی نزد فرمان روایان بیشتر خواهد بود چون اونجا نور ایمان هست که از زبانش، از،, از چشمش، از اندامش، از گفته هاش برمیاد اما اون تملق گویان و اون به صلاح چاپلوسانی که امروز هر منبرها فقط جز مداحی و تمجیده های دروغین و اکازی به سر هم کردن به خورده مردم دادن که حتی بچه های ما دارن به حالشون میخندند با اون حیبت ظاهرشون با اون امامهشون با اون عبایشون با اون قبایشون یک پشه هم ارزش نداره نزد بندگان خدا به که داره همه دروغ تو هم میبافند یعنی چابلوسی و تملق و امثال اینها فرق نمیکنه که حالا این شخص در هر کجا میخواد باشه بس اینجاست بس اینجاست که این منبر مبارکه منبر رسول الله علیه السلام در مساجد هر مسجدی میخواد باشه باید اون قدسیت و احترام خودش رو داشته باشه باید الله در نظر با شخصی که به اونجا پا میزارد بداند که به نیابت از رسول الله داره مردم رو داره خطاب قرار میده ایوه الناس ایها المؤمنون ای مردم ای اهل ایمان بعد بدونه داره چی میگه این روز قیامت بازخواست داره ولذا عجیب نیست که رسول الله صلی الله علیه میفرماید یکی از سه کسانی که در اولین روز قیامت اولین روز جهنم به جهن... قیامت به جهنم سرازیر میشن و در انظار مردم تعذیب میشن اون علمای بیعملی است که همه میگفتن به تقوا به عدالت به خوبی به انصاف رفتار کنید و خودشون خودش بدترین اون عمل می کرد. ستم کارترین انسان ها انسان ها در زندگیشون بودند جنایت کارترین انسان ها بودند اینها روز قیامت بخشیده شدنی نیستند اینا دارن دین فروشی میکنند نه دین را به مردم ابلاغ میکنند. امانت الهی بسیار گران باز. دین رس. بزرگترین امانت ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان و واشفقنا منها وحملها وحمل وحمل الانسان انه كان ظالما جهولا شهولا. چرا بخاطر خاطر اینکه داره به به تعبیر ابن خلدون رحمت الله علیه میگه دین راحتترین ترین است که مردم را میتونه خام بکنه بله. و به راحتی میشه اون را فروخت به بردگی گرفت و به سهمار اونها را روز سهمار دنیای اسلام متاسفانه دستخوش انسان است که به راحتی دارن به مردم به قالب دین دارن دروغ و دنیا فروشی و آخرت فروشی میکنن این واقعا جای جای تأمل داره ما از تمامی کسانی که خداوند عزوجل بر اونها منت گذاشته چند کلمه از قرآن و سنت آموختن تذکر و یادآوری میدیم میگیم که از خدا بترسید منبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم آغشته با مادیات و با شهرت و با مثلا خواسته های دنیاویش نکنید و خطرناکتر از این استاد مولای گرامی که گاه حالا مساله حزبی و گروهی و تعصبات حالا بگیم فرقه‌ای گاه باعث میشه که شخص از عقیده خودش حتی تنازل بده و باعث بگیم اختلافاتی که متاسفانه یعنی بله. تخریب برادر بر علیه هم این این هست این هست یکی از, از, از مسائلی که من می‌خواستم روش ذکر بدم یک موافق باشی استاد میون برنامه داریم اومدیم ان شاء الله بعد از میون برنامه انشاءالله. ادامه خواهیم از بیننده با هم میان برنامه را خواهیم دید و بر به گشت غروب آفتاب و نور به وقت سرخی خرشی درونم محشری برپاد بیاد قوت می افتم بیاد قوت می افتم همان عزم جدا است این که رنجور چون کو بخون گویم قائد منصور می آید صلاح الدین ایوبی دیگر باره به زنجی

قدس و محبوبم و اینک قدس در زنجیر می باشد شکی با هست اما چهره اش با سلام دوباره خدم شما بیننده و استاد مولایی یکی از رسالت های مسجد که ما قبل از این برنامه با پرداختیم رسالت آموزش و اینکه این آموزش در مسجد و تعلیم چه نقش مهمی رو ایفا میکنه و اینکه برعکس اون چه که ادعا میشه که مساجد اماکنی برای تربیت تروریسم و تروریست هاست بلکه برعکس مسجد با روشنگری کی میکنه با مجالس علمی داره با این آموزش صحیح دین انسان ها را معتدل دو بحث جداگانه میانه, میانه بار اسماعیلی دو بحث جداگانه است نگاه کنید مسجد وقتی که به دست طاغوت ها به دست افرادی متطرف فکری خودشون از جانب دیگر بخواهند به سبک سیاسی اداره بکنند مشخصه که کسانی که متصدی مساجد میشن خودفروخته هستند مزدور هستند همیشه میخوان فقط مداهی کنند تمجید کنن تعریف کنن از یک گروه یا یک حکومت یا یک مثلا نظام یا یک سیستم آنهایی که قلبهای پاک وجدان بیدار دارن جوانان به خصوص که پرهماسه حماسه هستن از اینجا چی میشن منصبی میشن رو میارن به اماکن دیگر درست یا نه حالا اگر منصفانه حقا حق مساجد ادا بشه همونطور که خود مسجد محترم هست متولیان مسجد ائمه مسجد خطبای مسجد مدیران مسجد هم انسانهایی واقعا در کمال نزاحت پاک دامن منصف میانهرو رو عالم فزی... پرفضیلت انتخاب بشن جامعه از خداش به اونجا رو بیاره هیچ کس از اونجا دست نمیکشه همه رو میارن به مسجد و از این عالم پرفضیلت چیکار کنن کسب فیض میکنن از قرآن از اون سوال میکنن در مسائل شرعی حلال و حرام از اون میپرسن نمیدونن در مسائل ازدواج و طلاق از اون میپرسند، در مسائل میراث و ملک و املاک از اون میپرسن در معاملات از اون میپرسند، مرجع میشه همینطور که در اسلام بوده اسلام راستین یعنی این که ائمه مساجد کسی در محراب قرار میگیرد در امامت داره تکبیر میگه برای مردم و مردم را با خودش به نماز و رکوع و سجود میبرد پس با این شخصیت اعتبار داره که میتونه اونها را در دنیا هم کنه ارشاد بکنه و اگر خودش نداره لاقل در کنارش دستیارانی داره که میتونه از اونها کمک بگیره و میدید اینه که ما به همه سرداران و سردمداران نظام های اسلامی در کشور میگیم که از مسجد و به مسجد اهمیت بیدید به مسجد اهمیت بیدید جامعه امنیت پیدا میکنه جامعه از همه اون انحرافات فکری و عقیدتی که شما فکرش می‌کنید نجات پیدا میکنه. وقتی که جوان ما برای نماز درست خوندن، برای قرآن آموختن، برای نمیدونم تعلیم آموزش دین در بستر جایی ندارد به کجا رو میاره؟ به خانه‌های تیمی، به نمیدونم اه... تو سایت‌های اینترنتی می‌ره، سایت جذب فرجارهای هایی که هیچکس نمیتونه به سادگی اونها رو پیدا بکنه با افرادی دجال دوباره از اون سمت دیگه سر در میاره که عاقبت برای ب... افراد بل... برای جامعه و برای خود خانواده دار. پس بنابر این ایجاد یک به صلاح فضای سالم در مسجد بهترین زمانت برای حفظ جامعه است. بهترین باید. حفظ برای جامعه است. ولی زا آموزش ها، آموزهای معتدلی باید باشه و یکی از وظیفه مسجد حفظ وحدت کلمه مسلمان ها و ایجاد صف واحده است. نیا در مسجد جای فرق فروشی نیست هر کی زودتر اومد در پشت سر امام قرار میگه هر دیرتر اومد دیرتر میستد درسته؟ بس. بله. یعنی هیچ کس نمیتونه کسی را از صف دیگر جا خالی کنه بگه من چون پول دارتر هستم چون من سیاست مدارتر هستم چون نمیدونم مقامات بیشتری دارم پس اونجا رو برام خالی کن تا بیام اونجا نه هر کس در هر جای قرار گرفت در وقت خود در اونجا باید بشینه بله. حق این را ندارد ولی همه هم پای یک منبر میشینن همه هم پشت امام دارن نماز میخورند بنابراین اونجاست که تقوا مشخص و میشه و انسجام و یک و انسجام وحدت و انسانیت مشخص میشه همه امه. در یک صف هستن همه با یک تکبیر به رکوع و سجود میرن همه دارن یک ذکر و ورد میخوانند تمیز درش نیست اینجاست که مسلمان ها همدردی رو احساس میکنن بهم. شما اگر احساس کنید در یک محله وقتی که مثلا 100 نفر 200 نفر 300 نفر جوان و مرد بالغ عاقل میاد در مسجد شرکت میکنه در پنج وقت حداقل پنج نفر رو از نزدیک نمیتونه ببینه باشه اول بکنه میکنه در هر وقتی پنج نفر ده نفر رو ببینه سلام پرسی سلام اول خودش ایجاد چی میکنه محبت میکنه ها افش السلام بینکم پیامبر بی صاحب اگه فرمود که اگه میخواد به جنت وارد بشید اگر میخواد که فلان کنید اگه میخواد امنیت اجتماعی داشته باشید افش السلام بینکم راه همه اینها چیه؟ لا تدخل جنت حد تؤمنو ولا تؤمنو حد تحابو ولا الا فلا دلکم على شین اذا فعلتمو تحاببتم افش السلام بینکم در اه. یک نمازی که ده دقیقه بیشتر وقت نداره میتونه ده نفر بیست نفر رو احوال کنید این باعث ایجاد محبت الفت میشه ولذا یکی از بدترین بدترین کارهایی که در تاریخ سیاه اسلامی یعنی تاریخ ما بعد از اختلافات البته تاریخ اسلامی که درخشان درخشانه تاریخ م. مسلمان ها میگم از تاریخی که واقعا برهه از عقب ماندگی و قهقرا را به وجود آورد بعد م. از قرون هفتم و هشتم م. که مسلمان ها واقعا مجال باز کردن برای دشمنانشون برای منافقان و امثال اینها یکی از بدترین اشکال نازیبا شکل نازیبایی که صورت گرفت این که مسلمان ها در امامت مساجد با هم دیگه اختلاف داشت هر کی برای خودش مسجد داشت هر کی میخواست که صاحب مذهب بود اون بخواد جلو بشه و تا سمولایی میگن تو مسجد الحرام چهار تا مذاهب در یک بره با چهار تا جماعت نماز میخونه یعنی اختلاف تو یعنی حنفی ها با شافعی ها هم با هم دیگه نماز نمیخونه امام عبد الله رحم الله اومد و این اختلافات رو از بین برد و همه رو زیر پرچم و سنت نمونه از این افکار داره دوباره ترویج پیدا میکنه متاسفانه ما دوستان سلفی رو میخوام نماز هشت رکعتی بخونیم خب جامعه که در محله ما وجود داره احناف هستن شافعی هستن پایبند بی بی هستن چرا باشون نماز نخونیم چرا درگیر بشیم اصلا چرا چرا درگیر بشیم چرا اختلافات باید به وجود بیاد یکی یکی میخواد رفیع دیگری نمیخواد رفعه دین کنه اینا جای بحث نیست اختلافات فقهی جای مناقشه با سی صد داشته حتی باشه در میان صحابه هم بوده جای سی صد استاد مولوی خطر این تا حدیه حد که حالا ما متصونه در بعضی مناطق من بنده خودم شاهد بودم استاد مولوی گرامی بلد. که حالا روکزی بیست رکت یا هشت رکت رمضان که هر, هر گروهی بالاخره در حال خودشونو دارن بس. امام میاد تو نماز جمعه متاسفانه گاه به این کشیده میشد که یه امام میرفت به اونها حمله میکرد که این نمیدونم هشت اینها از چیز اسلامی خارجند و اینها اهل بدعتند و اینها الند و بلند و اون هم در مقابل می در خود به نماز جمعه بینا حمله میکردن خب تو یک قضیه فرعی فقهی که وسعت داره ما بیون به جون هم بیفتیم در حالی که وحدت و انسجام اینجا مسلمی اینجا نقش به و بزرگان به یک جامعه هست که وقتی بحتی... یا ه... عدقل بگیم حیعت امنای مسجد بله کسانی که امامت مساجد اعیمه مساجد را انتخاب میکنند اگر که دولت در اونجا تصرفی ندارد واقعا باید نقش وزارت اوقاف را یا اداره مساجد را امور مساجد ایفا بکنه یعنی هیئت امنای هر مسجدی یکی از بزرگترین وظیفش اینه که علاوه که مسجد ساده بی تکلف ساخته بشه این مسجد رو پربار بکنه به دست کسانی بده از امامان و خطیبانی که واقعا سعی صد داشته باشند اگر کسی هم از میان به سر طلبه ها از میان کسانی که گرایش خاصی دارن تون روی کردن بتونه درست باشون چیکار کنه آلمانه حکیمانه باشون برخود کنه نه اینکه برعکس فتنه را به کنه بیشتر بکنه بم. و آشوب را بزرگش بکنه نه خیل. باید انسان حکیم والا ممبر باشه که اختلافات را ممبری نکنه فهمیدید برست. و مردم را بتونه تا آن حدی که میتونه جمع بکنه و این شأن مسجد این عظمت مسجده این احترام به مسجد است این حق مسجده و این وظیفه و رسالت مسجده درست. که باید چیکار کنه همه اطیاب همه افکار مسلمان ها رو در خودش جا بده ده. ما در اسلام مکان عبادت تنها مکان عبادت به نام مسجد داریم و این مسجد است که احترام و قدسیت و احترام خاص خودش داره هم شرعن یعنی در قرآن و سنت هم عرفن در تمام جوامع اسلامی مساجد احترام خاص, خاص, خاص و هم قانونان در تمام دنیا مساجد اعتبارات خاص خودش دارند. عبادت بله. بله. در حالی که اماکن دیگر که فقط برای عبادت های انحرافی مثل نزورات و نمیدونم قبورات و سینه‌زنی و مراسم های مولود یا مراسم تعزیه یا امثال این‌هاست، هاست اینها جایی از قدسیت و احترام ندارند اینها اماکن متبرکه نیستند احترام دارن اون قبر ولی تبرکی درش نیست قدسیتی درش نیست امروز میلیون ها یا هزاران حداقل میخوانم نمیخوام مبالغه کنم هزاران قبر و گنبد و بارگاه در کشورهای اسلامی ساخته شده که مردم رو به اونجا میکشونن برای گریه کردن یا برای شادی های بیمورد کردن یا دانس کردن در واقع رقصیدن بعضی وقتا الان انسان کلیپ هایی به چشم میخوره که در مولود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ساروز ولادت پیامبر داره میرقصه ترانه میخوره یا دیگری داره در جشنواره فلان امام بزرگوار داره سینگ میزنه و تب میزنه و میرقصه شیپو میزنه <تصح> <تصح> آخه <تصح> کجای این به دین می‌خوره؟ کجای این به آیین زهد و تقوای ائمه و پیشوایان بزرگ دینی میخوره اصلا ربطی هم دیگه نداره درست و حالا جالب اینجاست که ما نظر و نظرات و رسیدن به بعضی از گنبدها و قبرها یعنی چنان هزینه های گذافی برای اینها میشه به. که خیلی مردم ما یعنی بیشتر جامعه در فقرند در تنگ دستین. به. اینقدر که مردگان رسیده میشه متاسفانه زنده های ما برخوردانی و زنده ها تو قبر دارن زندگی میکنن من چیزی یادم اومد استاد گرامی به. میگن در یک برهی در مصر بالاخره که به نظرم در زمان فاطمی ها بوده که میان به گنبد و مزار و این چیزا درست میکنن و نظر و ها و... اسم باطلی برایشون این ب... فعلا بله. اسم را براشون میاد دیگه ب... باطنی ها بله, بله. بعد یکی از شعرهای مصر شعر اسم شر... مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از شعرهای مصر چیز جالب میگه استاد در درون برهه میگه احیاؤنا لا یرزقون به درهم و به الف الف ترزق الانواتو میگه می زندگان امروز ما هم یه درهم بهشون نمیرسه بل. به نون شبی گرفتارن بل. اما رو برای مزار و قبر مرده های ما هزاران هزاران داره هزینه میشه درسته واقعا میتونه به تعبیر امروز الان در زلزله به شاه و سرپل زهاب بل. ما شاهد این بودیم که به به، یعنی اقرار به اقرار سایت های رسمی کشور 800 آمبولانس با کلی به امدادگر در مسیر راه به اصطلاح کربلا و نجف دارن گذاری میکنن در حالی که مردم زیر آوار دارن جان میدند سه روز چهار روز نمیتونن بیرون بیاد خونه... یعنی کجای انصاف کجای عقل حتا. کجای عرف کجای قانون اینو داره میگه بنابراین واقعا همینطوره نه. یکی دیگر با اینکه وقت کمه من میخوام برم و وظیفه یکی از مهمترین وظیفه ها وظیفه های آموزشه آموزش و تعلیم اگر در مساجد نباشه به یک فقط عبادت اکتفا بکنه مردم برای آموزه های دینیشون همونطور که تکرار کردیم رو میارن به مراجع و منابع و مسادری که اهلیت این احلیت احلیت ای کار, ندارند و کاملا یا افراطی میشه یا تب... یا تفریق و امنیت میکن. جامعه را به خطر میندازه ما دو گروه داریم الان کسانی که واقعا خود حکام را دارن تکفیر میکنن خوارج روز که ما با این منهج کاملا میگیم محکوم و اون را خارج از دین میدونیم این منهج اح... منهج خوارج سنت اهل ما... سنت را هم تکفیر میکنن تکفیر میکنن خب بله. ما میگیم اینها در کجا بزرگ شدن آیا در مساجد بودن قطعا در مساجد نبودن اگر مساجد بودن از مسجد کاملا برای خودشون لانه های دیگه ساخته بودن یا مساجدی بوده که دست خودشون بوده بله و یا ایده دیگه برعکس رو میارن به خانقاه های صوفی ها میبینید با چه وضعیتی دارن یک پیرمرد خرف زده ای که یک آیه قرآنی را نمیتونه درست بخونه دارن بخونه. دست و پایشون را میبوسن و به آب دستش دارن تبرک میکنن در حالی که این خاص رسول خدا صلی, صلی الله علیه و بوده تبرع گرفتن من دیگر. یک خاصه کسی دیگه الان یک نمونه شده دیگه بدعت و خرافات, خرافات و خرافات شرکت دیگه بماند دیگه اگر می‌خواهیم اسلام میانه رو و معتدل و منطقی و حکیمانه و اینکه حلال مشکلات جامعه باشه و وحدت ایجاد کنه و انسجام بیاره باید به مسجد نقش واقعی خودش را در آموزه‌های دینی بدیم بله. مسجد را به افرادی بسپاریم که واقعا در این باب امانتدار باشن هم عالم باشن هم زاهد و با تقوا باشن درست این مطلب مطلب دوم این که انحراف بسیار از انحرافات جامعه سرمنشش چیه کلاهبرداری درسته کلاهبرداری هایی که ما امروز در جامعه داره بیداد میکنه یه روز در قالب شرکت های سهام گذاری یک بار در مورد بانکداری های کاسب یک مرتبه در مورد شرکت‌های هرمی مثل حرمی. یک امسال متفاوت به شکل‌های مختلف داره اموال انسان‌های محترم جامعه کارمندان کم درآمدی که امیدوار هستن با خریدن چند تا سهم بتونن آینده‌ای برای خودشون داشته باشن برای بله. بچه‌هاشون داشته باشن. در دام اینها میافتن. بله دادا میها میافتن. ما امروز شارهایی را در جامعه داریم به نام عدالت، توسعه عدالت. کجاست؟ یک کشوری مثل افغانستان امروز داره بعد از سی سال جنگ های داخلی هنوز نتونسته که جوانانش رو سر سامان بده با این همه فضای کار هنوز نتونسته کار ایجاد بکنه برای جوانانش دارن رو میارن به کارهای کاسب در ایران خودمون کذالک در تاجیکستان میلیون ها انسان فراری هستن بخاطر کاری وجود نداره احتکار کار وجود دارد در در دست یک تعداد افراد خاص یک جنای خاص و چرا باید اینطور باشه اگر ما ملتمان را دوست داریم و ملت را دوست می‌داریم و می‌خوایم برایشون دل بسوزانیم باید برایشون برنامه داشته باشیم و فضا به برای همه فراهم کنیم رسول الله دل... صلی الله علیه و سلم در یک نشستی کوتاه بین جوانان بین تعدادی از صحابه نشسته بود بله. اونطور که حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه می‌فرماید شخصی جوانی برون مرد به سرعت از کنار آنها سلام داد و رد شد یکی از اونها گفت که اگر این شخص در مسیر جهاد بود در خیر بود به صلی الله علیه و سلم بهش برخورد گفت که این جوان را میبینید اگر در طلب روزی است در هم و دیناری به دست بیاره خودش را از نیاز دیگران بی نیاز کنه خودش را از دست حاجت نیازهای خودش را برآورده کند یا حاجت نیازهای پدر و مادر پیرش را برآورده کند یا حاجت و نیاز زن و فرزندانش را برآورده کند اون در جهاده هو فی سبیل الله بله. یا کار و تلاش عیب نیست ولی باید آنهایی که فضای جامعه را دارند بله. مدیریت جامعه را دارند اداره می کنند باید توجیه بکنند مردم به کارهای سالم کارهای درست ولذا برای اصلاح انحرافات جامعه از کلابرداری از شرابخاری از دزدی از قماربازی از اعتیاد و امثال اینها توجیه مردم راهنمایی مردم نمه. به چیه؟ به مسجده نکته که تو صحبتاتون بود اتفاقا وقتی ما جوانها رو به سر مناسبی برایشون فراهم کردیم فضای مناسبی برای اینکه اشتغال مفید داشته باشن یعنی اشتغالی که بتونه درآمد براشون بیاره حداقل یک آینده ای داشته باشن که براشون تضمین باشه یه جوانی که میره دانشگاه این ناامیدی درش به وجود نیاد که من الان میرم تو این دانشگاه درس میخونم آیندهم چی میشه نتیجه میگیرم نتیجه نمیگیرم یأس و ناامیدی و اینها و این متاسفانه یکی از عواملیه که باعث انزوای جوانان میشه و این انزوا هم خطر اینو داره که جذب افرادگرایان بشن جذب چیزهای افراطی بشن و درسته. اونهایی که دام برای اینها پهن میکنن برای شکار اینها اونها را شکار کنن و مرد. امنیت جامعه و امنیت اجتماعی به خطر بیفته درسته بس. در کنار این اصلاح انحرافات جامعه بحث بسیار پر به صلاح شاخه هست شما نیا کنید جوانان ما امروز از بیکاری رو میارن به کلابرداری، رو میارن به دزدی، رو میارن به قتل و جنایت، رو میارن به اعتیاد، رو میارن به به صلاح کارهای کاذب. خب ما داریم الان بیشترین به سؤال سوال خانم‌های متدین و محترم جامعه ما اینه که من چیکار کنم؟ شوهرم مسجد نمیره، شوهرم نمیدونم شرابخوار هست، شوهرم کلاهبرداره شوهرم از حرام و دزدی و کلابرداری پول به خونه میاره. ما باشو چیکار کنیم؟ اولین گام هدایتشون به مسجده بله. این یعنی وظیفه انسانی و اسلامی هر شریک زندگی است مرد و زن که همدیگر رو نسید کن به تقوا مرد اگر پاش باز بشه به مسجد و مواظب بر, مساجد، بر نمازهاش در مسجد بشه قطعا من قول میدم که از خیلی از این عرفات چیکار میکنه دست می‌کشه. می دست میکشه برست. شرم میکنه از خداوند که بره یه کاری بکنه بعد میخواد چند دقیقه بعدش در مسجد باشه ولی زا توصیه من عموما به همه ملت اینه که ملت مسلمان اینه که مسجد را, را آباد کنید این نما یعمر و مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر پس بنابراین رو آوردن مسجد مسجد را آباد کردن با تقواس با قرآن خونی با تسبیح هست با ذکر هست با استغفار هست با نصیحت هست با علم هست با احوال پرسی مسلمان هست با کمک به فقرا هست همه اینها جاش مسجده و البته خیلی بیشتر از اینها گنجایش داشت ولی خب وقت برنامه ان که وقت بشه و فرصتی پیش بیاد که در برنامه‌های دیگه بتونیم ان شاء این قضیه بپردازیم تشکر استاد مولای گرامی ممنون از حضورتون باشه ایزان بیننده همه شما رو به الله متعال می سپاریم الله یار و نگهدار رحمتون و صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبی اجمعین و لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله